عرض سلام خدمت شما دانش آموز عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و از زندگی لذت کافی رو برده باشید. ما در این جلسه میخوایم یک سوال از صفحه 96 از درس حسابان 2 رو برای شما حل بکنیم. در واقع بحث مشتق توابع مثلثاتی هست. من بنویسم حسابان 2 صفحه 96. یه مثالی رو میخوام حل بکنیم. میخوام مشتق توابع زیر رو بگیریم. مشتق توابع مثلثاتی زیر را محاسبه کنیم. تابع اول اون هست f x مساوی است با سینوس x در تانژانت x و تابع بعدی اون هست g x مساوی است با 5 تا کوسینوس x تقسیم بر 1 منهای سینوس x. من یک معادلات در واقع میشه گفت یه فرمول کلی به شما بگم که شما دیگه هر سوالی رو در مورد مشتق گیری در توابع مثلثاتی به شما بدن شما بتونید به راحتی حلش بکنید. ببینید داستان از این قراره. ما دایره مثلثاتی رو که اگه بکشیم میدونیم دیگه دایره مثلثاتی در واقع اینجا مثبت 1، اینجا منفی 1، اینجا مثبت 1، من اینجا منفی 1، اینجا میشه سینوس مثبت سینوس، اینجا میشه منفی سینوس. حالا من این منفی ها رو مثبت ها رو پاک کنم و اینجا کوسینوس ایکس مثبتش و اینجا منفی منفی کوسینوس. اگه من از این طرف دایره حرکت کنم میشه مشتق، اگه از این طرف حرکت کنم میشه انتگرال، چون مشتق و انتگرال عکس هم دیگه عمل. ما تو این جلسه در مورد انتگرال صحبتی نداریم، اما در مورد مشتق که میخواییم صحبت کنیم شما باید این دایره مثلثاتی رو توی ذهنتون حک بکنید و وقتی شما دیدید که بدونید هر سوالی رو به شما بدن شما میتونید به راحتی اون سوال رو حل بکنید. خب الان من میخوام f x مساوی با سینوس x تانژانت x رو حل کنم. اگر من بیام اینو بگیرم g و اینو بگیرم حالا U، در واقع میشه گفتش که F هست G در U. مشتقی که میخوام ازش بگیرم میشه چی؟ مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. درسته؟ پس من بر اساس این رابطه میام مشتق رو میگیرم. پس F X هست مشتق اولی سینوس x، مشتق سینوس میشه مثبت کوسینوس در تابع دومی به این صورت به علاوه مشتق دومی یعنی تانژانت x در تابع اولی یعنی سینوس x. تانژانت x مشتق گیریش به چه صورتیه؟ تانژانت اگر شما بدونید اصلا حفظ کردن لازم نیست. تانژانت یعنی سینوس به کوسینوس. خب حالا شما بیاید اگه ما بیایم فرض کنید که ما یه تابعی داشته باشیم تحت این عنوان f مساوی است با g تقسیم بر u، یه تابع کسری، اگه بیام ازش مشتق بگیریم چه اتفاقی میفته؟ مشتق f پریم هست
مشتق جی یعنی صورت، در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت و مخرج به توان دو. من بر اساس این رابطه میام مشتق تانژانت ایکس رو محاسبه میکنم به این صورت، مخرج به توان دو، پس کوسینوس دو ایکس صورت مشتق صورت سینوس ایکس میشه کوسینوس ضرب در مخرج مشتق منهای مشتق مخرج کوسینوس مشتقش میشه منفی سینوس ضرب در صورت یعنی سینوس ایکس. بنابراین اگه من این رو حالا ساده بکنم میشه کوسینوس 2x کوسینوس به توان 2x منفی در منفی مثبت سینوس به توان 2x و اینو میدونیم که این کوسینوس به توان بله سینوس به توان 1 هست. پس مشتق تانژانت x هست 1 به روی کوسینوس 2x. خب من حالا 1 تقسیم بر کوسینوس به توان 2 رو میارم اینجا می‌نویسم. اول اینو می‌نویسیم کوسینوس x ضرب در تانژانت x به علاوه تانژانت x مشتقش میشه 1 تقسیم بر کوسینوس 2x ضرب در سینوس x. این میشه جواب ما. حالا اگه بخواید اینو ساده تر بکنید بازم میشه ساده تر کرد. تانژانت میشه سینوس تقسیم بر کوسینوس، کوسینوس پایین با کوسینوس بالا بزنید بره و بنویسید سینوس x به علاوه 1 منهای کوسینوس 2x تقسیم بر کوسینوس 2x ضرب در سینوس. ولی خب ما تا همینجا جواب رو بهش رسیدیم. حالا اگه شما بخواید همین رو ساده تر بکنید اجازه بدید اونم براتون بنویسم. به چه صورت؟ به این صورت. این f پریم بود. پس f پریم هست کوسینوس x ضرب در داخل کادر قرمز رو دارم بنویسم سینوس x تقسیم بر کوسینوس x به علاوه سینوس x تقسیم بر کوسینوس 2x. این کوسینوس از این کوسینوس میره میشه سینوس x به علاوه سینوس تقسیم بر کوسینوس x خودش میتونیم بنویسیم. بخوایم این رو ساده تر کنیم باز هم امکان پذیر هست، یعنی f بریم هست از سینوس x فاکتور بگیریم 1 به علاوه 1 تقسیم بر کوسینوس 2x و این میشه جواب ما. به همین راحتی. خب حالا بریم سر وقت معادله دوممون gx از 5 کوسینوس x منهای 1 منهای سینوس x. خب من اینو پاک کنم. gx هست 5 کوسینوس x 1 منهای سینوس x مشتق کسریه. بگیره می نویسم یه بار می نویس یه بار قبلا نوشتم واسه جی پریم x هست مشتق صورت 5 کوسینوس x مشتقش میشه منفی سینوس x ضرب در مخرج 1 منهای سینوس x منهای منهای مشتق مخرج 1 که میشه 0 سینوس مشتقش میشه کوسینوس یه منفی هم پشتش پس میشه منفی کوسینوس x ضرب در صورت میشه 5 تا کوسینوس x. خب
و در پایان ما مخرج رو به توان دو می‌رسیم، یک انهای سینوس ایکس به توان دو، به همین راحتی. بنابراین جی پریم ایکس رو میتونیم حالا ساده تر بکنیم. ماجیکس چون یه خورده کم رنگه، من مجبورم اینو با رنگ قرمز بنویسم. جی پریم ایکس هست، این منفی رو اگه من ازش بیارم بیرون میشه منفی سینوس ایکس، و اینم در این ضرب بشه میشه مثبت سینوس ایکس به توان دو منها، این منفی در منفی میشه مثبت، اونم میشه 5 تا کوسینوس 2 ایکس، اینم که یک منهای سینوس ایکس به توان 2. اگر حالا ما اینجا میتونیم به این صورت هم بنویسیم، حالا برای این که چون دیگه را دستمون تا همین قدر هست که بنویسیم 5 تا کوسینوس 2 ایکس منهای سینوس ایکس به توان 2 منهای 5 تا سینوس ایکس به همین صورت. و به همین صورت بله. الان دیگه این معادله ما حلش، این در واقع مشتق ما گرفته شد. من اینجا کار خاصی نکردم، مرتبش کردم، این منفی رو در داخل پرانتز بردم، بعد از 5 فاکتور گرفتم، کوسینوس به توان دو منهای سینوس به توان دو نوشتم، منهای 5 تا سینوس ایکس نوشتم، چون این منفی 5 در این سینوس هم ضرب میشه، پایین هم که به توان 2 هست، یعنی مخرج هم کلا به توان 2. شما تا همینجا بنویسید جواب سوال رو دادید. خب امیدوارم که شما دانش آموز عزیز از این مثال که در صفحه 96 درس حسابان دو زده شده رو خوب متوجه شده باشید و بتونید خودتون مثال های دیگر رو حل بکنید. با آرزوی موفقیت برای شما.